بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم، اولین برنامه سال 1395 رو با شما شروع میکنیم. امیدواریم که راضی و خوشحال باشید. سالی میمون و پربرکت، اتفاقا سال میمون هم هست. اجازه بدید بهتون نشون بدم، چون فکر کنم اصل این ماجرا رو چینیز ها یا چینی ها درست کردن که هر سالی رو به نام یک حیوان به اصطلاح نامگذاری کردن. ولی وقتی که دوستان این عکس قشنگ رو درست کردن برای سال 1395 و من فرستادم برای بعضی از دوستان، پرسیدن مگر امسال سال میمون هست؟ من هم گفتم فکر میکنم، در صورت نمیدونم در ایران به چه صورت هست. امروز دوشنبه دوم فروردین 1395، یادمون باشه هی بگیم 1395، و برابر است با 21 مارچ 2016 و در شهر پرقوقای واشنگتن این جلسه هر ساله AIPAC که به اصطلاح سازمانی هست که لابی میکنه دولت اسرائیل رو، حکومت اسرائیل رو، حکومت مذهبی اسرائیل رو، حکومت تندرو اسرائیل رو ببخشید، اینجا هستن دو سه روزی و سر صدای زیادی هست و خانم هیلری کلینتون هم صحبت کرده. حالا امشب گویا قرار آقای ترامپ بیاد اونجا صحبت کنه. میدونید که در بین این کاندیداها ترامپ همچین میونه خوبی با اسرائیل نداره و خودشو دولا نکرده و تعظیم نکرده، ولی اصلا نگران نباشید، ایشون رو هم دولا میکنن، ایشون رو هم مجبور میکنن که تعظیم کنه. علی کنکوری یادتونه گفت تا بگی نه پشت کنکور میمونی، سرتو خم کن تا درا باز بشن. این هم از این. و اما باز بهتون امسال رو تبریک میگم. من در این چند روز گذشته نمیخوام بگم هزاران، ولی حداقل صدها ایمیل و فیسبوک گرفتم که چه به صورت مسیج عمومی، پیام‌های عمومی، کامنت، چه به صورت پیام‌های خصوصی برای من فرستادن. تا اونجایی که میتونستم پاسخ دادم. اگر به شما پاسخ ندادم ازتون عذر میخوام، ولی برای شما هم سال خوبی آرزو میکنم. امروز با بابک هروی خواهیم بود، ولی من از ایشون خواهش کردم که یه 15 دقیقه دیرتر این مصاحبه رو با آقای هروی شروع کنیم. دلیلش هم ویدیویی هست که امروز به دست من رسید و این ویدیو صحبت‌های آقای محمد رضا شجریان هست و شما وقتی تصویر ایشون رو می‌بینید اصلا شگفت‌زده میشید. کسی که همیشه بگم ایشون الان 70 خورده 80 ساله داشته باشه، همیشه اون موهای پرپشت و اینها، و این دفعه مو ندارن و صحبتایی که میکنن باعث یه سری شک و ابهام شده، از جمله آقای منصور حسانلو که چهارشنبه با ما خواهند بود درباره صندوق رأی و چی شد آقا این صندوق رأی صحبت میکنن. یک نوشته ای رو نوشتن، ولی اول بریم با هم این فیلم رو ببینیم و برگردیم چند دقیقه هم در این مورد صحبت میکنیم. شما هم نظرتون رو در این مورد بگید و بنویسید بعدن روی به اصطلاح فیسبوکمون، از طریق ایمیل و از طریق تلفن هم میتونید پیام بذارید. با هم ببینیم و برگردیم. با سلام و فرخندوال سال نو، سال 1395 به شما هموطنان عزیزم در داخل کشور و در هر جای دنیا که هستید. امیدوارم این سال سالی پر از امید، پر از خوشی برای شما عزیزان باشه و به راحتی بتونید زندگیتون رو دنبال بکنید و به اهدافتون برسید، مخصوصا برای جوانانی که پر از انگیزه و امید و آرزو هستن. امیدوارم که این سال سالی باشه که آرامش داشته باشن و بتونن اهدافشون رو دنبال بکنن، چون نهایت آرزو من جوانای مملکتم. خود من هم با یک مهمان 15 سالی سال هاست که آشنا و دوست شدیم با هم دیگه. الان هم من بخاطر اون اینجا ایستادم و طبق دستوریشون من موهای سرمام کوتاه کردم و
چه حرف گوش کنی شدم و یک چند وقت دیگه در اینجا هستم، چون آرامش خوبی دارم و خیلی راحتم اینجا، برای اینکه با این میهمان بتونیم به تفاهم برسیم انشاءالله. به تفاهم که رسیدیم که من دیگه راه میفتم میام به سراغ شما میهنان عزیزم و کارهای هنری رو دنبال خواهم کرد. لازم میدونم که در این لحظه، در این دم سال تحویل سال 95، از دو دوست دیرینم محمد رضا لطفی و پرویز مشکاتیان که خیلی دوستشون داشته و دارم و دلم براشون تنگ شده یاد کنم و روانشون شاد باشه. باز هم امیدوارم که شما عزیزان سالی خوش پر از موفقیت و سلامتی داشته باشید، سرفراز باشید. قربان همه شما. خب نظر شما چیه؟ چرا هنرمندان ما، چرا اصولاً توی فرهنگ ما همیشه داخل پرده و یا پشت پرده و در ابهام صحبت میکنیم؟ این کیه که 15 سال مهمون آقای شجریان هست، آقای شجریان هم رفته یه جایی، مهمونش هم بهش گفته موهاتو بتراش، آقا بگو من سرطان دارم، مثل همه آدمهای دنیا قشنگ آقای زیا از رو تخت بیمارستان آمد دو تا ویدیو پر کرد، گفت من قده مغزی داشتم چنین و چنان، حالا دارم میرم تو اتاق عمل، زنده آمدم بیرون میبینم اتون، نیومدم دیدار به قیامت. چرا اینجوری هستیم ما؟ چرا شاه مملکتمون مریض پیدا میکنه، بیماری پیدا میکنه، خبر نمیده، حتی از همسر خودش تا یه مدتی به اصطلاح پنهان میکنه تا بعد دیگه دیر شده بوده و هیچ کس نمیتونه هیچ مداوا و درمانی؟ چرا اینجوری هست فرهنگ ما؟ و به نظر شما این خوبه یا اینم یکی از اون عیب و ایراداییه که باید برطرف بشه؟ و اما بذارید من ببینم آقای استانلو رو میتونم اینجا پیدا کنم. بله آقای استانلو، من براشون نوشتم که من این ویدیو رو امروز نشون میدم و درباره شجریان صحبت میکنم. من شنیده بودم که ایشان بیمار است و سرطان داره. این هم یکی دیگر از مشکلات ماست که در پرده صحبت میکنیم. فکر میکنم ایشان در شمال یا در جای دیگه مشغول مداوا باشه. حالا آقای استانلو چی نوشتن؟ این تئوری دسیسه یا اینجا بهش میگن conspiracy theory، این ما رو بیچاره کرده که مثلا اگه یه نفر از پشت سر ما رد شد بیان بگیم این حتما جاسوس بود، آمد ببینه من چی میگم و از اون یه ماجرای بزرگ بسازیم. آقای منصور استانلو میگه که وقتی این ویدیو رو دیدم شوکه شدم از شجریان و مصاحبهش. وقتی که این ویدیو رو دیدم شوکه شدم، چرا اتاقی که شجریان در این ویدیو را پر کرده است بسیار شبیه اتاقهایی است که افراد را برای مصاحبه‌های اجباری به آن میبرند. یک میز زورکی و دو تا شمع بی‌معنی و تاری به زور آن گوشه خفه شده است. هیچ امکان در حدود نوروز و سال تحویل در این اتاق نیست که در شأن شجریان باشد. اگر او در بیمارستان است، چرا روی تخت بیماری خود نمی باشد؟ چرا او اینقدر پریشان و درهم است و حرفهایش طوری است که انگار کد می دهد؟ خب حالا شما این کد رو برای ما باز کن آقای استانلو. چهارشنبه بیا به ما بگو که به عنوان کسی که در زندان بوده، من به نظرم میاد که شماها صحبت‌هایی که می‌کنی از این ملاها یه چیزی، یه قول بزرگی درست می‌کنید و حقیقتاً مردم رو می‌ترسونید از اینکه با اینها روبرو بشن. حالا ایشون اگه کد داده به شما، شما که زندانی بودید، فعال سیاسی هستید، با دوستانتون بیاین به ما بگید کد ایشون چیه، گفته چه کار کنید. و قربانت برم، اینایی که سرطان دارن وقتی میرن کیموتراپی یا شیمی درمان که در بیمارستان نمیمونن 24 ساعت. ما فامیل داشتیم، بنده خدا توی سان فرانسیسکو زندگی میکرد، هفته ای دو هفته یه بار با قطار یا رانندگی میکرد میرفت ال ای، اون به اصطلاح معالجهش رو میگرفت دوباره برمیگشت، دوباره در خونه و زندگیش بود، کار میکرد. در صورت دوستان به نظر من کارمون خیلی خرابه. در رابطه با کارمون خرابه، خیلی خرابه، یه دوستی ما دیشب پیدا کردیم به نام آقا پژمان.
آقا پژمان دوست شهابه. شهاب چند سالی هست که از ایران آمده و با ما دوست شده و هر دو جوان هستن. این آقای شهاب و وقتی ما دیشب در یک مهمانی دیدیم و سلام احوالپرسی کردیم، گاه سربی یکی از طرفدارات به من زنگ زده گفته آقا از دست این سربی من چیکار کنم؟ گفتم چیه؟ گفته من تصادف کردم. گفتم اه چی شده؟ گفت این آقا پژمان برنامه شما رو خیلی دوست داره و چون نمیتونه مستقیم نگاه کنه همینجوری میگرده دنبالش تا میاد روی یوتیوب میزنه و پیدا میکنه و گوش میده و اون روز تصادفاً روز جمعه در حال رانندگی دنبال ویدیوی شما میگشته که تصادف کرده. گفتم آقا پژمان اگه برنامه های سربی رو گوش میدادی بارها گفته بود نکنید این کار رو، با تلفنتون تکس زدن جستجو کردن نکنید این کار رو، باعث تصادف برای خودتون و برای دیگران میشه. من ضمن این که ناراحتم که شما تصادف کردی به دو دلیل خوشحالم. اولا که شهاب گفت همچین ماشینش هم نو نبود، داغون شد با بندازتش دور. گفتم خب یه ماشین نو و بهتر میگیره. دوم بعضی وقتها با یه اشتباه کوچیکو، یعنی با یه اشتباه و یک ضرر کوچولو شما یه درسی میگیری که این شما را از یک اشتباه خیلی بزرگ و یک غرامت خیلی بزرگ به اصطلاح دور میکنه و امیدوارم اینجوری باشه. داداش عزیز، پسر گلم، دوست نازنین شهاب، پژمان جون، از امروز با خودت قرار بذار، بگو من تا یه جایی نباشم، وایساده باشم، نشسته باشم، با این تلفن کاری ندارم. بله اگر تلفن زنگ زد جواب بده که اونم ممنوع شده. الان تو ویرجینیا آزادیم، ما هنوز میتونیم گوشی دستمون باشه جواب بدیم، ولی توی مریلند، توی دی سی باید حتما با اون میکروفون و اینها ضمناً باز ثابت کردن که وقتی شما دارید صحبت میکنید 100% حواستون به رانندگی نیست. حالا چند درصدش میره پای صحبت اون نمیدونم، دوست دخترت باشه لابد 99%، رئیست باشه 50%، اگه سوربی باشه 1% هم به حرفاش اهمیت نمیدی. در هر صورت مواظب خودت باش، سال نو رو بهت تبریک میگم. خیلی خوشحال شدم دیروز از طریق همین فیس تایم با ایشون هم صحبت کردیم. اینم از آقا پژمان. پژمان دوست جوانی که حرف سوربی را گوش نداد. از دیروز تا حالا شما شاهد یک فیلم 3 ساعته بودید که این ویدیوی نوروزی به اصطلاح بی بی سی، بریتیش برادکاستینگ کمپانی اگه اشتباه نکنم بود و خیلی ها گفتن آقا این چیه، همش یه مش پیرپاتالا رو جمع کرده. خیلی ها گفتن خیلی برنامه مثل فل بداهه بوده، بدون برنامه بوده و اینها. در صورت ما نه اینو تهیه کردیم نه چیزی، ما اینو گذاشتیم بلکه شما یه حال و هوای به اصطلاح عید و نوروز در شما زنده بشه. اگر شما هم میخواین ویدیویی پخش کنید، ویدیویی دوست دارید مال فلان تلویزیون، مال فلان شخص که در رابطه با چه در رابطه با عید باشه چه نباشه، به ما بگید براتون پخش میکنیم. یه هزینه بسیار کمی هم شما میدید که ما این بلنگو رو باز نگه داریم برای دیگران. ساعت 2:13 است و من سعی میکنم که برم سراغ آقای بابک هروی. چرا بابک هروی؟ بعد از اینکه خیلی از شما دوستان هی سراغش رو گرفتید و گفتید آقا کجا هست و اینها، آمد و یک بذارید ببینم بابک هم ما چند تا بابک داریم، آها این یکی گفته با این یکی با من تماس بگیر، آمد و یه ویدیوی درست کرد. ولی توی این ویدیو به قول آقای اوسانلو حقیقتا من هم شوکه شدم. ضمناً روز چهارشنبه از آقای اوسانلو خواهش میکنم که به صورت شعاروار مثل دفعات قبل صحبت نکنن، به صورت یه گفت و شنود من بیام سوال کنم آقا این صندوق چی شد؟ صندوقی که شما گفتید با بهترین تکنیک های جهان امروز درستش کردیم و اینا، نتیجهش چیه؟ سوربی که آمده خودش نامزد کرده، مردم که آمدن آقای رضا پهلوی رو نامزد کردن، ببینن کیا بهشون رأی دادن. اینو سوال میکنم شما اینو جواب بده.
راجب آقای شجریان و اینکه کد فرستاده میگم شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما ایشون چه کدی فرستاده؟ به نظر من ایشون مریض بوده، میگه 15 سال هم از این مریضی رو دارم، امروز حالا دیگه تصمیم گرفته بگه. و یه جورایی هم وقتی که میگه برم سراغ، دلم تنگ شده برای آقای لطفی و برای اون دوست دیگرش، یعنی حتی میدونید دادم وقتی میمیره وقتی مریض میشه بیشتر به فکر مردن و اینها هست. و امیدوارم که هممون هر روز فکر کنیم که مرگی هم هست و از بهتر و بهتر زندگی کنیم. خب دوستان عزیز، الوعد وفا، به شما قول دادم که میریم سراغ بابک هروی و نشسته اینجا در منزلش مثل یک دسته گل. سال نو رو بهش تبریک میگم، امیدوارم خودش و خانوادهش خوب و سلامت باشن. میدونیم روی فیسبوکش نوشته، دو تا فیسبوک هم داره، یکی مال خودش شخصیه، یکی هم خبربین که اون رو به صورت خبر برای شما پخش میکنه و میتونید با اون در تماس باشید باهاش. و گاهی وقتی گله میکنه، چند روز پیش با خدا صحبت کرده بود و اینها، دیگه شماها بیشتر باهاش در جریان هستید. بذارید تصویر بابک هم آوردم اینجا. بابک جان سلام و سال نوت مبارک. سلام آقای صحبی عزیزم، سال نو رو به خودتون، خانواده عزیز و تمامی خانواده امتیدی تبریک عرض میکنم و امیدوارم در این سال سلامتی، خوشی و پول زیاد همراه شما باشه. خیلی ممنون. بعضی وقتا پول زیاد باعث دردسر میشه، ولی پول به اندازه کافی بد نیست. همینجوری که خود ما میدونیم شما تو ماجراهای دوستانت وقتی به پول زیاد رسیدن دوستی رو کنار گذاشتن و فراموش کرده. خب بابک جان، شما یه ویدیوی درست کردی، توی اون ویدیو من و دیگران برداشتمون این بود که شما با ایرادایی که از این 7 سال حکومت اوباما میگیرید، امیدوارید که آقای ترامپ بیاد رئیس جمهور بشه. من به این فکر افتادم که یکم من از نظر خودم با شما صحبت کنم، چون من هم مخالف جورج بوش بودم و هم اولا طرفدار آقای اوباما، بعدن مخالفش، ولی هنوز هم فکر میکنم اوباما کارایی که تو این 7 سال انجام داده به نظر من یه لگسی خاصی براش میمونه. همین الان که ما صحبت میکنیم ایشون در کوبا هست و بعد از اونجا گویا میره آرژانتین. شما میدونید که آرژانتین الان عوض شد بعد از اون ماجرای اون خانومه که دنبال رو به اصطلاح با ایران و کشورهای دیگه بود. الان این رئیس جمهور جدیدی که آمده، اینم یه آقای پولداری هست و اینها، طرفدار اوباما شده. ولی مثلا در صحبتاتون شما گفتید که یه خانومی مثلا 9 تا بچه داره و این ولفر میگیره. اولا هم من میدونم هم شما میدونید که ولفر چیزی نیست که اوباما درست کرده باشه. ولفر سالهای سال هست که در آمریکا بوده و هست و حقیقتا یه جوری جلوی جنایات و کرایم و اینها رو میگیره، برای اینکه بعضیا اگر اینا بهشون نرسه هیچ چاره‌ای ندارن جز اینکه برن مثلا با یه اسلحه تو بانک یا مرد من و شما رو بگیرن تو خیابون بگیرن. و مثلا در همین مثالی که شما مثال زدید، اجازه بدیم بگیم فردا آقای ترامپ میاد و میگه ما دیگه به این خانم و 9 تا بچهش ولفر نمیدیم. شما فکر میکنی این خانم یه شبه میره سیلیکون ولی و میشه مهندس کامپیوتر و میره کار میکنه، یا این خانم و 9 تا بچهش یه شبه هوملس میشن و تو خیابونها بیکار و بیار به دزدی و شاپلیفتینگ و اینها مشغول میشن؟ یه مقداری ما رو روشن کن ببینیم شما از چه بعدی نگاه میکنی، از چه زاویه‌ای نگاه میکنی. با کمال میل و افتخار عرض کنم که شما بخشی از مطلب رو گفتی آقای صحبی عزیزم، ولی یه مقداری طبق معمول من و شما همیشه ما اون حد بالاترینش رو میترد اشکالی هم نداره. ببینید ویلفر استیت درسته، شما کاملا صحیح میفرمایید، در آمریکا بوده، اما شما نمیدونم آیا رئیس جمهور به خاطر میارید که سلفون مجانی هم توی ویلفر استیت داده باشه؟ خب برای که اون موقع سلفون نبوده. بله دقیقا. اگر فرد ببینید ویلفر از نظر قانون اجتماعی با در نظر گرفتن درآمدهای جامعه، چرا؟ چون شما کار میکنید، من کار میکنم، مالیات میدیم، بخشی از اون مالیات میره برای ویلفر، درست؟ درست. این با توجه به درآمد جامعه
باید حداقل ممکنه، ببینید حداقل ممکنه زندگی هر فرد هر شهروندی در نظر داشته باشه، درست هم هست، اما سلفون حداقل ممکن نیست. چرا؟ چون در اینجا شما بهتر میدونید لایف لاین وجود داره که تلفن شما رو از 100 دلار درمون کنه 19 دلار. این ولفر قابل قبوله. حالا اگر اومدین بیشتر از این گذاشتیم آقای سوردی، عمل عکس رو انجام میده، یعنی همون خانومی که پیش اتفاقی دکتر ایرانی هم رفته بود و 14 قلو یا 8 قلو یا همچه چیزی هست وحشتناکی که حتی دادگاه در اینجا صداش در اومد که دکتره رو گذاشتن دنبالش. آها، اون خانمی بود که رفته بود از این به روش های مصنوعی بچه دار شده بود. خب اون یه کیسه و 6 تا بچه دیگه اون خانم، بله بله 14 تا بچه داره. ولی بذارید راجع به همین تلفن صحبت کنیم، به قول دوستان سر یه بحث به خصوصی این برنامه رو ادامه بدیم. ببینید تلفن اون لایف لاینی که شما میگید به این صورت کار میکنه، طرف اول باید تلفن داشته باشه، بعد با لایف لاین تماس بگیره که خیلی هم سیستمشون عقب افتاده است، هنوز اینترنت هم ندارن، با فکس و با تلفن و با کاغذ باید شما باشون نام نگاری کنید. حالا صرف بعد برای اونها مینویسی که من مثلا درآمدم اینجوریه، من کمک های دولتی میگیرم، اینو اینو این، بعد اونها میان تلفنت رو به وسیله همین کمک دولتی، اگه شما حالا میگید ماهی 100 دلار، ماهی 50 60 دلار، میکننش ماهی 10 تا 12 دلار، تا اینجاش قبول. ولی اونی که سلفون میدن به مردم، هم من هم شما میدونید که الان دیگه تلفن های عمومی از تو خیابون ها برچیده شده و من که خودم اصلا اگه یه جا ببینم تعجب میکنم که چجوری این تلفن هنوز اینجاست، چون تلفن های عمومی در آمریکا شخصی بود، یه نفر مثل من مثل شما یه دستگاهی رو میخرید میذاش اونجا، حتی یه پولی رو میداد به اون مغازه که به اصطلاح برقش و خط و فلان اینا رو بتونه بگیره، بعد با این همون نمیدونم 25 سنت و بعد 35 سنت و 48 که بود اینو در می آورد. بعد دیدم دیگه هیچ که استفاده نمیکنه ورش داشتن. حالا دولت میگه که این بیچاره ای که توی جای زندگی میکنه که تلفن عمومی همون موقع هم که ما داشتیم اینا نداشتن، چون تلفن عمومی نمیره بذارت یه جایی که بکنن ببرنش خونهشون و اینا میکندن میبردن خونهشون، این سلفون رو که دولت میده حقیقتا همون لایف لاینه. اگر شما لاین نداشته باشی یا نخوای لایف لاین رو استفاده کنی، به جاش سلفون رو بهتون میده. من اینو کام به جاش نیست آقای سوردی عزیزم، بله. من فقط جهت اطلاع دارم، بله بله. این به جاش نیست و در کنارش هست. بعدم من خودم آقای سوردی موقعی که سال 1995 آمدم به آمریکا دانشجو بودم، بله، و از یه بورس تحصیلی استفاده میکنم، یعنی حداقل پول ممکن برای زندگی. موقعی که برای جی تی ای که ورایزن امروز باشه تقاضای خط تلفن کردم، در همون ثانیه که تقاضا کردم اون شخص از من پرسید آقا درآمد زیر اینقدر یا بالای اینقدر؟ گفتم آقا زیر اینقدر. خیلی خوب، از این ماه شما شامل لایف لاین میشی و بیل تلفن من یا قرض تلفن من که بالای 19 دلار نیفت. حالا مسئله اینجا هم نیست، ببینید مسئله من مسئله دخل و خرج آزوه. ما همین الانی که اینجا نشستیم به لطف حضرت حاج آقا اوباما، نوادگان ما نفری 5000 تا 7500 دلار بدهکار، یعنی اینو بدهکار بدونید، بله، بیشتر از 19 تریلیون دلار بدهکاریم به چینا. 19 تریلیون بجز اون 5 تریلیونی هست که اخیراً تصویب شد، یعنی میشه یه چیزی بین 23 تا 24 تریلیون دلار و هر تریلیون 1000 میلیارد دلار. ببینید مسئله واقعیت و یک جامعه هم هست که ما بعدم این یه بخش قضیه است. ترامپ، شخص ترامپ کسی است که گفت آقا من نمیگذارم کسی تو خیابون بمیره مریض بیفته. این چیزی است که حتی جمهوری خواه جرأت گفتنش ندارم. ترامپ یک چنین استیتمنتی داره، بسیارم انسانیه، ولی همون ترامپ میگه من قصدی که دارم اینه که بیام ابیوز ها و یا دزدی گرگی های توی سیستم رو ببندم. حالا
بریم سر دزدی گرگی آقای سوری عزیزم. شما خودتون به عنوان یک انسان واقعا بارسته و خوب، چند نفر ایرانی رو در آمریکا میشناسید که در اینجا حقوق بازنشستگی میگیرن، میرن ایران حقوق بازنشستگیشون هم میگیرن، برمیگردن میان اینجا؟ بله، اصلا یه ریپورتی بود، نمیدونم کانال 7 اینجا یا کانال 4، مخصوصا ایرانی ها رو تو کالیفرنیا نشون میداد که با جگوار و با رویز رویز می اومدن پارک میکردن، بعد می اومدن فودستمپشون رو میدادن به مغازه و استفاده میکردن. اینو ما میدونیم. اینی هم که آقای ترامپ میگه من جلوی سوء استفاده ها و ابیوز ها رو میگیرم، هم من میدونم هم شما میدونید که ممکنه بتونه یه مقداری، ولی اینکه 100% اینو کات کنه و از بین ببره امکانش نیست. و اصلا درست آقای سوربی، ولی ببینید مثل اوباما هم نیست که اصلا چششو ببنده. بل. شما تو این فاصله در این چند سال چند تا ایرانی رو دیدین که در آمریکا در ایران ملک فروختن، پولش رو از طریق ارز حالا پرسپولیس اون برداشتن و بردن اینجا، خونه و زندگی به نام دختر و پسرشون خریدن و هنوز دارن ولفر رو میگیرن. ببینید این شوخی نیست. حتی یه بخشی از اینم بستشه، داریم صحبت میلیاردها و صدها میلیارد دلار میکنیم، کمی نیست. بدتر از آقای شهودی چینی هستم. من الان جایی که زندگی میکنم، البته به خاطر امنیتش اومدن اینجا، یه مقداری خونهاش قیمتش بالاست. آقای شهودی یه دونه امریکایی توی محل ما نیست، همه یا چینی هن یا هندی، همه با پول سیاه هم. شما فکر کنید FBI اینو نمیدونه؟ میدونه. توجه داری چه عرض میکنم؟ صداتون نمیاد بر من. نه من ساکتم که شما بتونید صحبت. اینو دارم عرض میکنم که خونه های اینجا هر کدوم 2 میلیون دلار به بالا سردید. الان هر روز خواستید من یه دوربین به خودم آویزون میکنم میرم بیرون، شما ببینید همه چینی هن با پول سیاه اومدن، ایرانی هن و هندی. شما میدونید این چه سرمایه سیاهی به صورت حواله و بدون تکس داره وارد کشور میشه؟ خب یعنی شما فکر میکنید این از دوره از 7 سال پیش شروع شده، در صورت که خدنات زیاد شده؟ آها زیادتر شده، قبول دارم، ولی چه جوری بوده که این شروعش رو موقعی که کم بوده کسی نتونسته جلوشو بگیره، حالا که زیاد شده ما فکر میکنیم آقای ترامپ که خودش یکی از فاسدترین سرمایه گذاران این مملکته، حتی مصاحبه همین آقای رئیس جمهور جدید آرژانتین رو شما برید ببینید توی 60 مینیت دیروز بود، میبینید که میگه که ما وقتی که به مشکل برخوردیم آمدیم با ترامپ صحبت کردیم و ترامپ کلا گذاشت سر ما، کلا گذاشته سر این و سر پدرش، کلا گذاشته. بفرمایید. این یه از رئیس جمهور کشوری که خود کشور تازه بعد از جنگ جهانی دوم از نازیای فراری آلمان درست و فاشیستای ایتالیایی، آرژانتین وجود خارجی نداشت. بله. آرژانتین هم آی سوردی از روزی که من یادم، شما میدونم یادتون، همیشه کشوری بوده که ورشکست بوده. چرا؟ چون از بالا تا پایینش درست. حالا دوست که به دوست بزنه شادوست، یعنی آرژانتین یه شرکت سهامیه مثل السالوادور. السالوادور آقای سوردی 7 خانوادن یه چیزی رو به نام کشور به وجود آوردن و هیچی هم از آرژانتین هم بدتر از من. به ترامپ اینجا کار ندارم. ببینید اینجا حب علی نیست، بذار اینجا قشنگ توضیح بدم. نه من عاشق موهای ترامپم، نه وضع صحبت کردنش، نه هیچ کدوم حب علی نیست. بغض معاویه است. قربونتون برم. بله. موقعی که جورج دبلیو بوش کشور رو به دست اوباما داد، این کشور در کل 4 تریلیون دلار بدهی خارجی داشت با یه سری چیزایی که روش حساب شده بود که مداخل خواهد. آقای اوباما روزی که این کشور تحویل گرفت اولین کاری که کرد چه بود؟ بیل‌آوت بانک ها. یعنی اومد به کوسه ها قضا داد تا ماهی ها رو پاره کن. خب میگن اگر ببینید الان که به این نتیجه رسیدن، اگه این کار رو اوباما نکرده بود اون حالت ریسیشن به اصطلاح سافت و چیز میشد ریسیشن مثل سال 1929 آمریکا. یعنی خود متوجه نشدیم ولی بدتر از اون شد. شما میدونید چند میلیون نفر خانه‌هاشون رو از دست دادن؟ ببینید یعنی
هر تیغی دو لب داره. خب ببین بابک جون، همین که شما میگی، چون موضوع عوض میشه، اجازه بده منم بتونم بگم. اینهایی که خونه هاشون از دست دادن کسانی بودن که در دوره جورج بوش به دلیل بی‌لیاقتی دولت، به دلیل عدم نظارت بر بانک ها، اصلا تبلیغات شما تو تلویزیون میدیدیم، میگفت شما بیا خونه بخر $100,000، ما بهت $125,000 میدیم که $25,000 هم بری فرنیچر و ماشین بخری. دقیقه. خب این دوره، چرا نمیگی دوره بوش این اتفاق افتاد؟ حالا الان توضیح میدم. ببخشید من اینو میگم، به این صورت میشه که توی بوش اتفاق افتاده، توی دوره بوش، توی دوره اوباما بوش در اومده حقیقتا. خب حالا اینو میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید در دوره بوش کانتری واید به خصوص، الان هم فیلمش هست، مستندم هست، کمپانی کانتری واید اومد این کار رو به یه شدت عجیبی ادامه داد. اما جالب اینجاست برام که در کدام دوره بانک آف امریکا، بزرگترین بانک آمریکا، به کانتری واید میخرید؟ چه وقتا؟ یعنی 6 ماه از سلطنت حاج اوباما گذشته و دولت اوباماست که انتای تراست لا رو زیر پا میگذاره و میاد اجازه میده بانک آف امریکا کانتری واید بخره. بذارید برای دوستانی که احتمالاً انتای تراست رو نمیدونن بگیم که اینجا یه قانونی هست که اجازه نمیده به شرکت ها همدیگر رو بخرن و بزرگ بشن و من و شما رو هر جوری که دلشون میخوان زیر فشار قرار بدن. یعنی به اجازه نمیده مثلا به یه شرکت نفتی که بیاد تمام شرکت های نفتی دیگر رو بخره، همه پمپ بنزین ها بشن اگزان، بعد اون موقع بنزین رو به جای گالونی $2 به شما اگه $5 هم بگه شما دیگه هیچ چاره ای ندارید. ولی الان این وره خیابون اگزانه، اون ورش شل هست، اون میگه 1.99، اون میگه 1.85، هی خودشون بدون هیچ نظارتی با هم به اصطلاح چیز میکنن. و یعنی قشنگترین رو گفتید، بله. احسن، بهترین. و همین قانون آی سعودی عزیزم میاد در ماه ششم سلطنت حاج اوباما، حاج حسین اوباما، زیر پا گذاشته میشه. خب حالا یه سوال اینه، مگه در آمریکا فقط رئیس جمهوره که مثل ولایت فقیه یا مثل شاههای مثلا سلطنت و سلطه‌دار و اینها بیاد چیز کنه؟ وظیفه مجلس، وظیفه سنا که اتفاقا در دوره اوباما همیشه مثل که اکثریت با جمهوری خواها بوده، وظیفه اونها چی بود؟ بله. دوره اول دست دموکرات ها بود که نمیذاشتن هری رید، نمیذاشت اصلا کسی بیل پاس کنه. اون دوره اول دست دموکرات ها بود. بله. و بحث من اینجاست که دولت اوباما و دولت دموکرات ها رو داریم بگیم. بعدم از نظر شاه که گفتید بذارید واسهتون توضیح بدم. شخص حسین باراک اوباما کسی است که بیشترین فصل الخطاب ها یا اگزیکیوتیو اوردر ها رو ساین کرده در طول تاریخ آمریکا. دیگه تعدادش هست. ببینید مسئله اینجا تانیه که کانگرسش گفت نه، گفت آقا من خودم یه دونه تلفن دارم یه دونه قلم، I got a phone, I got a pen. این جمله معروفشه. من میگم مسئله من مسئله بعدم ترامپ رو آی سعودی عزیزم، من حتی جمهوری خواهم نمیدونم روک بهتون بگم، اصلا نیست، این نبوده، این قبلا از دموکرات ها حمایت میکرد با همین خانم هیلری کلینتون، بیل کلینتون، به همشون پول میداد و الان هم به اینا گفته اگه به اصطلاح قبلا که بهشون تهدید میکرد اگه بخوان اینجوری کنید من میرم برای خودم ایندیپندنت یا مستقل ران میکنم، الان هم بهشون گفته اگه بخواین توی اون مجلس آخری، کانونشن آخری، رأی مردم رو نادیده بگیرید و یک کسی دیگر رو نامزد کنید، همین جوری داره تو گوش مردم میخونه، رایت میشه، یعنی شلوغ میشه، سر صدا میشه و احتمالاً این میشه. بله. ببینید شعار کسانی که در میتینگ های ترامپ شرکت میکنن چیه؟ فقط میگن USA، نشنالیسم، وطن پرستی، ناسیونالیسم. یعنی اصلا پدیده ترامپ به دور از شخصیت خودش که واقعا شخصیت رئیس جمهوری نداره، اما پدیده ترامپ
به این دلیل به وجود آمده که آمریکا و آمریکایی داره هویت ملیش از دست میده. توجه کنید آخه اشکال اینایی که میان با نشنالیزم شروع میکنن میشه آخرش مثل هیتلر و الا مردم آلمان. خدا شما نگی اینو. میدونید چرا شوربید؟ بله. اصلا هیتلر به عنوان یه سوسیال دموکرات اومد و حزب نازی حزب سوسیال کارگران آلمان، یعنی دقیقا برنی سندرز میتونه این کار رو انجام بده هیتلر بشه. و همینطور که میبینید الان گروه های فشار مال چپ ها هست. ولی هیتلر تا روزی که صحبت به اصطلاح نشنالیزم نکرد و اینها و اون شور و هیجان و مخصوصا در جوانها به وجود نیاورد نتونست قدرت بگیره. اون موقعی بود بازم که بازم ببینید بر... هیتلر زایده شرایطشه. خب الان شرایط آمریکا، الان شرایط آمریکا هم همینه و این آقا به نظر من داره سوء استفاده میکنه. شما اگه صحبتاشو نگاه کنید ایشون کلایی رو که میاره کد به ایرانی چی میشه بگیم، چیزا نقل قول هایی که میکنه از هیتلر، از موسولینی، جدیدن از استالین حتی صحبت کرده و خیلی از دانشمندا وحشت برشون داشته، میگن کاری رو که استالین نکرد یا نتونست بکنه و شاید کرد و مخفی بود که هایبرید هیومن درست کرد، آدم ها نصف آدم بودن نصف میمون یا شامپانزی از این های گوریل که قوی باشن، میگن این آقای ترامپ امکان داره این کار رو با این الان امکانات خیلی وسیع و خوب هست و این استمسل و فلان اینا میشه انجام داد. شما خودت به عنوان یک کسی امیدواری که ترامپ وقتی میاد، حالا بگیم آمد انتخاب شد، ریپابلیکن ها هم ایشون رو قبول کردن جایگزین نکردن، فکر میکنی واقعا این کارهایی رو که میگه میتونه انجام بده؟ یعنی اون موقع سنا، مجلس، شرکت های بزرگ جلوگیر این نخواهند شد، بانک ها، اینشورنس کمپانی ها، اسرائیل، همین الان میدونید این نیمیون خوبی به اسرائیل نشون نداده تا امروز، از دیروز که قرار امروز اینجا صحبت کنه از دیروز یک کمی هی میگه که اسرائیل باید چنین و چنان. شما فکر نمی کنید که اونها این رو هم عوض میکنن؟ آی صوبی عزیزم، همیشه من اولا این رو من توضیح بدم که یه سری چپ ها خود جمهوری خواه ها که مافیای واشنگتن من بهشون میگم که توی پوتومک رود میشینن و خونه ها بالای نمیدونم چند میلیون دلاره، اینها خودشون اومدن دور ترامپ رو شلوغ کردن که این به هیچ عنوان انتخاب نشه. یک دلیل اینم که من دوست دارم انتخاب بشه که اینا دوست ندارن انتخاب شه. توجه کنید چرا؟ چون مافیای واشنگتن واسه خودش خیلی بزرگ شد. ولی فرق ملت اینجا با ملت ایران اینه که اولا رأیشون براشون ارزش داره، دوما اگر رأیشون حساب نشه رأی نمیدن، یعنی ترن اوت یا بازده یا حضور مردم در رأیگیری وجود نخواهد داشت و این بزرگترین توف سربالاست برای هر رئیس جمهوری که بخواد با رأی کم بیاد رئیس جمهوری بشه. پس یا به قول من در خلاصه آدم نژاد پرستی نیست. چرا؟ چون زنش خارجیه، بچه‌هاش خارجی هن، عرض به خدمت شما تمام کارمنداش خارجی هن، ولی با چی میگن illegal immigration یا مهاجرت غیر قانونی که ما امروز 12 میلیون فقط شناخته شدهش این کشور داریم، با این مخالفه. آقا منم یادتون باشه در دوره اوباما تعداد ایلیگالایی که اینجا بودن به دو دلیل، یکی به خاطر وضع اقتصادی کم شد برگشتن رفتن، یکی به همون جوری که شما میگید اون اگزکتیو چیزایی که امضا کرد آقای اوباما تعدادش زیادترین بوده، بیشترین دیپورت ها رو در زمان اوباما داشتیم. البته اینو عرض میکنم که اول حرف شما رو نمیگم، ابدا مقصودم شما نیستید، ولی میگه که اول there is lie and there is statistics، یعنی اول دروغ هست و بعدم آمار که از اون بنده. حالا اینو میخوام خدمتتون عرض کنم. اون موقعی که مثلا فرض کنید در زمان دولت دیگری آمریکا 4 میلیون غیر قانونی مهاجر داشته، 50,000 نفرش رو بیرون کرده، در زمان اوباما
11 میلیون شناخته شده بوده، 70,000 نفرش. ببینید هر چقدر بیرون کرده های سوردی هنوز 12 میلیون. شما میدونید 12 میلیون اگر توی کشور اروپایی بود اون کشور داغون میکرد. به همین سادگی الان کشور سوئد جا نداره به کسی بده به خواب شبا. چرا؟ پناهندگان سوری رفتن. مسئله من این نیست، مسئله من اینه که ترامپ نجات پرست نیست، پاپیلیسته. یعنی میاد میبینه آمریکایی ها به عنوان یک آمریکایی چی میخوان و آمریکایی ها از مسلمان بازی، از حزب الله بازی، از جمهوری اسلامی بازی، از اوباما که 4 تا خانم توی ایرانی تو آفیسش داشت که اصلا معلوم تمام ریشه های این خانم های سعودی به ایران میرسه، به شهر تهران میرسه، مستقلات دارن و خانواده در تهران. شما چه توقعی دارید اینو واسه بگو چیکار کنه؟ ببینید یه بخشی هست که یک آمریکایی اول باید آمریکایی باشه بعد تجزیه بده. و این مطلب رو متاسفانه دموکرات ها، اسرائیلی ها، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی سعی کردن این فرهنگ رو در آمریکا از بین ببرن که شما اول آمریکایی نباشید، شما اول ایرانیان امریکن باشید، نات امریکن باشید. یعنی گرفتاری اینجا شروع میشه. یعنی همه چیز میشه به جای اینکه ملتینگ پات بشه یا یه کاسه جوشانی بشه، تبدیل سلاد بار میشه که هر چی تو ظرف خودش. این که بدترین نوع ریسیسم و سگرگیشنه، این که بدترین نوع نژاد پرستی جدا سازی خودش. یعنی ترامپ اینجا یه فلسفه آمریکایی رو داره ارائه میده. آقا اول آمریکایی باش بعد هرچی کنه. به نظر منم درسته. خب از شما ممنونم، امیدوارم به زودی باز ویدیوهای شما رو داشته باشیم. کار خیلی قشنگی رو شروع کردید، 10 دقیقه 15 دقیقه. من یه ویدیویی رو امروز نشون دادم، فکر کنم برای شما فرستادم، در رابطه با آقای شجریان. شما اونو دیدید؟ نظرتون درباره این هنرمندان یا فعالای سیاسی که از هر موضوعی حقیقتا میان و میخوان سوء استفاده کنن، به نظر من این سوء استفاده است. چیه؟ چرا ایشون باید بیاد در ابهام صحبت کنه؟ از طرفی میگه 15 سال ما یه مهمونی داریم، از طرفی میگه که حالا حالم که خوب شد دوباره برمیگردم. بعد آقای قسانلو نامه نوشته که اصلا ایشون شوکه شد وقتی اینو دید و فکر میکنه که آقای شجریان داره کد میفرسه. کدام کد؟ چه فعالیتی؟ و شماها آقای قسانلو فکر میکنید که آخوندا اینقدر با حیا هستن که میترسن که یک کسی رو بگیرن، کسی که تو خیابون با ماشین میره رو مردم، میترسه که مثلا آقای شجریان رو به یه جرمی، حتی مثلا به دلیل اینکه آقا شما رفتی خارج پول درآوردی ولی مالیاتشو ندادی، بگیره؟ و اگر بگیره تازه شما چه کار میکنید که حالا میخواین کد بیاین برای ما کد باز کنید؟ نظر شما درباره این ویدیو و کد شناسی چیه؟ آقای سعودی عزیزم، باز از اون سوالا از من کردین که ملت با چاق و کاردیو اشکال نده، من حرفام میزنم. هر کی را خوش آمد خوش آمد، هر کی را نیامد راه باز و جاده داره. ببینید آقای سعودی عزیز، من با شما در صحبتی که داشتیم ببخشید، روزی که قسانلو رو خاطرتون باشه بردن زندان، عرض کردم دارن یه گنجی دیگه درست میکنن. ببینید یه قاعده خیلی ساده برنامه و اون قاعده این است: اگر کسی در خارج از ایران آمد، خانواده در ایران داشت و بر علیه رژیم شروع به جیب و داد اینجوری کرد، جیب و باق اینجوری کرد، این آد رژیم. چرا؟ چون رژیمی که میاد سرشناسترین نویسندگان یک کشور رو به اتوبوس بندازه تو درد، رژیمی که قتل‌های زنجیره‌ای رو میکنه، رژیمی که میاد 14,000 نفر در سال 67 در زندان ها اعدام میکنه، این رژیمی نیست که به خارمادر آقای قسانلو در ایران یا خارمادر آقای گنجی در ایران بخواد رفع کنه. نه قربون، اینها اگه دقت کنید از یه مسیر خیلی عادی میان. اول میرن هتل اوین، مثلا در هتل اوین اسم اینا میاد بیرون، کمپین میشه، همه آقای قسانلو رو آزاد کنید، گنجی مرد، دق کرد گشنگی، شکمش چسبید پشتش. بعد همه اینها برای مرخصی از زندان میان بیرون. بعد از مرخصی به یک طریق نامعلوم از احمد باطلی، بخراورد تا گنجی و همین اصحابو سر از آمریکا در میاد. با
بار رئیس جمهور دستگیر. بعد شروع میکنن جایزه بیخود پس جایزه بیخود بردن. خب این اصلا ببخشید یعنی کور دست به ماله میفهم. حالا چطور سیستم جمهوری اسلامی اومده و این کارو داره ادامه میده؟ یه بحث سر شجریان هم از این مطلب جدا نیست. آقای سعودی شجریان همون کسی است که با آهنگهاش از ایران ای سرای امید تا برادر چه میدونم کاکلش آتش بشونه تحریک کرد، اگریگیت کرد جامعه ایران رو، جوانای ایران رو گول زد که آقا برادر کاکلش آتش بشونه برو جبهه. رفتیم به روی چشم. بعد که سردارها اومدن کنسرت خودش شروع شد، کنسرت پسرجان شروع شد و این تودهی ها چون آقای شجریان قبل از انقلاب در زمان انقلاب و بسیار مدت بعد از انقلاب تودهی بودن بابا. اینها لفاف صحبت کنن به اسانلوها مثلا پیام بدن اونام بگیرن قش کنن بیفتن یه بعد، ولی اینا تمام بازی خود رژیمه. چون این رژیم رژیمیست که برایش کشتن هیچ فرقی نداره، هیچ اهمیتی نداره. صحبت میلیارد تابه ملا و پاسدار و بسیجی و قاتل میره، اینا هم حاضر نیستن به خاطر اینکه از این پول بگذرن شجریان زنده بود، مگر اینکه شجریان هم به نفع اینا بخونه. بله میره به زرقامی میگه صدای من رو دیگه پخش نکنید. عجب آی شجریان چی شد بعد 30 سال آجر افتاد تو سر دل و صدا دست تلویزیون داره پخش میشه؟ حالا بریزن ملت بعد در تکتی کنه هیچ اشکال نداره، هر دوست باید. بسیار ممنونم، منتظر ویدیوهات خواهیم بود در رابطه با اینکه بعضیا از ایران که میان این مصاحبه آقای سید محمد حسینی که معروف شده به فرخزاد آخوندا رو دیدم با وایس آف امریکا و خیلی جالب بود. آقای کامبیز حسینی عزیز سوال میکنن خب شما که آمدی اینجا نگران نیستی که حالا خانواده تو ایران، خواهر برادر مادر اینها؟ و گفت که خانواده من دموکراتن. من اصلا مونده بودم که خانواده شما دموکراتن چه کار داره با به اصطلاح حکومت و اینکه هیچ ترسی شما نداری و اینجا به این کارات. گفتم حقیقتا یه جورایی میخواد بگه لابد آخوندا دموکراتن که کار به اون صورت خوب اسلام اینجا نشونده. خب ممنونم از شما و من در طی صحبتامون خبربین.com رو هم نشون دادم. بابک هروی از کالیفرنیا دوستان با ما بود. میتونید روی فیسبوک شخصی خودش بابک هروی یا میتونید روی فیسبوک پیج خبربین باهاش در تماس باشید، خیلی فعاله. اجازه بدید در این سال جدید من یه آرزویی کنم، چون خودم پدر هستم و میدونم که بچه هامون وقتی سرما میخورن چقدر ما درد میکشیم و درد بابک رو نمیتونم حس کنم، ولی میتونم اقلا یه مقدارشو بفهمم. امیدوار باشم که تمام بچه ها سالم باشن و این روش معمولی زندگی که قرار هست ما پدر مادرها زودتر بریم بعدن بچه ها برن به این روش باشه و نه برعکس. اون رو من به اصطلاح دست اول میدونم، چون برادرم از دنیا رفته و مادرم دردی رو که به اصطلاح هر روز هر ثانیه میکشه میبینم. این به اصطلاح نظم طبیعت اونجوری باشه که قرار بوده و اینجوری باشه. من برای بابک برای خانمش فقط آرزو میکنم که مقاوم و پایدار باشن و برای فرزندانش سلامتی. ممنونم بابک که به ما وقت دادید. برای خودتون و همه عزیزاتون هم سلامت. خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشی، به امید دیدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. مرسی. خب دوستان عزیز، با بابک هروی بودیم از کالیفرنیا خبربین.com. اگر درباره این مصاحبه که من با ایشون داشتم شما نظری داشتید یا پرسشی داشتید حتما بپرسید و نظرتون رو بدید تا در این موارد صحبت کنیم. گفتگو، من همیشه گفتم که گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. و اما بریم این تاریخ و اینها رو درست کنم و برگردیم سر ماجرای خودمون. اینجا هم بله 6 و 7 رو بردارم که این نوشته ها برای بابک بود. مرسی.
خب دوشنبه دوم فروردین 1395، بگید ببینیم شما در اون جایی که هستید سال تحویل ساعتی بود که بیدار باشید یا خواب بودید، جشنی بود، برنامه‌ای بود. میدونم که مثلا اندی رفته بود قبرس، اولین کنسرت امسالش در قبرس بود، بعدش هم از اونجا رفته بره دبی، الان احتمالاً امروز و اینها در دبی هست. یا شما کجا بودید؟ شما چه کردید؟ خود ما هم در واشنگتن در ویرجینیا بودیم، جشنهای زیادی برپا بود. ضمناً اون روز من درباره جشنی که شنبه آینده 26 آقای مهدیزاده قرار داشته باشه صحبت کردم و منتظر تماس ایشون هستم که اگر وقت داشته باشن با هم یک مصاحبه داشته باشیم درباره این، چون خیلی از شما گفتید که این یعنی چی مسابقه هست، چجوریه، اصلا برنامه معلوم نیست، گفتن لباس بپوشین بیان اونجا مسابقه بدین. اگر فرصتی بشه با خودشون صحبت میکنیم. من یه مقداری یعنی یه مقدار که چه ارز کنم، خیلی زیاد معتقدم که ما ایرانی ها چون هیجان زده میشیم و یه برنامه‌ای که میخوایم بذاریم مثل این میمونه که با دو دست با یه دست هرچی میخوایم چند تا هندونه بلند کنیم همش رو هم میزنیم میشکنیم و به مقصد نمیرسونیم. حتی درباره آقای منصور حسانلو و دوستان من اینو گفتم و دیدید که تا اونجایی که من دارم هنوزم میبینم، من فکر کنم درست گفتم، هفتم اسفند رای گیری بود، این دوستان قرار بود این صندوق رای کاری کنه، کارسونو نشون بدن به آخوندها که شما اگر نذارید مردم شرکت کنن خود مردم یه کاری میکنن اینجور اونجور، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و این هم یه جورایی داره میره تا به دست فراموشی سپرده بشه. شما در این موارد اگر حرفی دارید، صحبتی دارید، میتونید شما هم نظرتون رو بدید و اگر افرادی هستن که فکر میکنید اونها به اصطلاح چیزایی دارن که گفتنش و شنیدنش برای من و شما خوبه، اجازه بدید من این خبربین رو پاک کنم بیام سراغتون. عذر میخوام یه مقداری، ما حالا که تعطیلات بهاری مدرسه ها هست و امیدواریم تعطیلات تابستون اگه ما هنوز این کار رو انجام بدیم دوستان بیان پیدا بشن که کمک کنن و ما از این دست تنهایی در بیاییم. ببینیم حالا این امید ما به جایی میرسه یا این هم مثل هزاران امید که در این 37 سال گذشته از بین رفته و نابود شده این هم نابود بشه. من دنبال این مردم تیوی دات کام میگردم اگه بتونم پیداش کنم، حالا تا اون رو پیدا میکنم جا داره که تشکر کنم از آقای علی دوست نازنینمون که این نوشته ها رو ایشون هر هفته درست میکنه، الان چندین ساله حقیقتاً که این کار رو انجام داده و من به نوبه خودم ممنون و متشکرم از ایشون. بله اون رو من نمیتونم پیدا کنم، بذارید برم تو همینجوری خودم اینجا بنویسم. اینجا می‌نویسیم www، دیگه لازم هم نیست این w ها رو بنویسید، اگر توی هر باکسی براوزری آدرس سرچ یا توی هر چیزی که بزنید خودش اونو اضافه میکنه. اگر شما هم مایلید برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم همینجوری که اینجا نوشتیم، این کار خیلی آسون و سهل انجام میشه به این صورت که یا میتونید تبلیغ بذارید یا میتونید ویدیوتون رو ضبط کنید بفرستید براتون پخش کنیم، یا اینکه بیاین به صورت مصاحبه با هم صحبت کنیم. و اما نیاک به شما عید امسال رو تبریک گفته یا سال جدید رو تبریک گفته، بذارید من تصویرشون رو بیارم اینجا و بهتون نشون بدم. خیلی فعال هستن، گفتن هپی نوروز، اینا نوروز یه جور دیگه می نویسن و بذارید من اینا رو خاموش کنم که فقط این تصویر باشه و بتونیم در این مورد صحبت کنیم. گفته که به نیابت از فامیلی نیاک یا از طرف نیاک به شما سال خوبی رو، به شما سال رو جدید رو تبریک میگیم، امیدواریم شادی، سلامتی و صلح و آرامش در امسال با شما باشه. از طرفی نوشتن پرزیدنت اوباما also wishes the Iranian community a happy Nowruz. This year he is one of my favorite quote from. بله میگن که آقای اوباما هم سال خوبی رو آرزو کرده و من روی فیسبوک هم گذاشتم هم پیام اوباما رو هم پیام
اون آقای پرایم مینیستر کانادا رو جالبه. و اینها یه چیزی گذاشتن اینجا، نوشته که سنگ نوروز کارت. اینجا شما میتونید نوروز کارت رو که برای پرزیدنت اوباما ارسال میشه به اصطلاح امضا کنید. بذارید من این سفرم بهتون نشون بدم. خیلی ساده است، هیچ چیزی ازتون نمیخواد، شماره شناسنامه و اینها نمیخواد، مثل صندوق رأی آقای اوسانلو و دوستانشون نیست که اسم بابا و ننه و اینها رو هم بخواد. فول نیم، اسمتون رو بنویسید. بعد معمولا اگه قبلا این کار کرده باشید تا میزنید میبینید میاد اینجا و شماره تلفن خواسته. ما همین 202-695-2573 رو میذاریم اینجا معمولا. بعد آدرس منزل رو خواسته که اون رو هم مینویسید. من معمولا فکر کردم این باید ساده تر باشه و فرما هر کدومشون فرق میکنه. در هر صورت اینها رو خیلی ساده میتونید امضا کنید، بفرستید بره و در این شرکت کنید. لازم نیست شما در نیاک شرکت کنید، هر جایی که ببخشید من یه زیپ کد رو اشتباه زدم، هر جایی رو که دوست دارید، هر سازمانی رو که دوست دارید، هر شخصی رو که دوست دارید، اقلا اونها رو حمایت کنید به وسیله همین که هدف اونها رو شما هم تایید کنید و باشون باشید. صحبت از اوباما شد، اجازه بدید با هم این رو بهتون نشون بدم. اوباما گفتمتون که رفته کوبا و فکر کنم در 90 سال گذشته این کار بی سابقه ای بوده که بله، البته میدونید کوبا 90 مایل با فلوریدا فاصله داره، ولی رئیس جمهورا نرفته بودن قبلا، بعدم که مشکلاتی بین کوبا و اینها شده، ولی الان آقای اوباما رفته و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته. حالا امیدواریم که، من امیدوارم که این اوباما، گفتم یکی از لگسی هایی که براش میمونه همین آشتی هست که کوبا و آمریکا، همون برنامه برجام ایران هست و اینها. ولی خب دوستانی هم ممکنه باور داشته باشن که این کارها اشتباه بوده و حسن آزادی همینه که ما اگر با هم مخالف هم هستیم بیام نظرات هم رو بدیم و دشمن هم نباشیم. خب ببینم برای شما امروز چی گذاشتیم و چی نوشتیم. ضمناً امروز دوشنبه آقای اجلالی برنامه نداره، چهارشنبه چهار عصر با شما خواهند بود و این ویدیوهایی که هست من براتون پخش میکنم. یه ویدیویی هست در رابطه با اسرائیل که یه اسرائیلی میاد صحبت میکنه و میگه که ایشون خجالت زده هست از کاری که دولت‌های اسرائیل تا حالا انجام دادن و ببینیم چه باید کرد. و اما اینجا هم ببینید یه گروهی هست که با وجود اینکه کلیمی هستن ولی اینها مخالف کارهایی هستن که صهیونیستا یا دولت اسرائیل انجام میدن. شما میدونید دوستان، ما وقتی میگیم دولت‌های مذهبی خوب نیستن، یادتون باشه دولت اسرائیل زودتر از ایران شروع شد، اگه 60-70 ساله، اگه دولت ایران 37 سال مذهبی و دینی و اینها شده، دولت اسرائیل 60-70 ساله که بر پایه و اساس دین یهودی یا کلیمی به اصطلاح کاراش انجام میشه. و اینها هم با وجودی که کلیمی هستن ولی اینها میگن Jewish Voice for Peace، صدای یهودی ها، صدای کلیمی ها برای صلح. و اینها دارن از این حضور به اصطلاح ترامپ در برنامه ایپک، این ایپک که میگن حقیقتا ایپک هست ولی دیگه از بس تون میگن میشه ایپک، چون یه چیز دیگه هم داریم APAC، American Political Action Committee، که اون طرفدارای ریگان و اینها توش هستن، اونا هم تندرو هستن. من اتفاقا تو برنامه اینها هم میرفتم اونجا، برای اون دوستمون کار میکردیم، عکس و ویدیو اینا میگرفتیم. ولی وقتی میری انقدر محیط اصلا واقعا شما از در و دیوار، حتی از اونایی که حاضر شدن در جلسه، با وجودی که میبینی بچه های جوونی هستن، اون تنفر در وجودشون هست که آدم وقتی کار میکنه اونجا خسته برمیگرده. میدونید شما وقتی میرید یه جایی که مثلا مجلس عزاداریه یا مجلس ترحیم هست،
شما فیلم برداری میکنی، خب وقتی برمیگردی خلاصه یه مقداری روحت کسل شده، وقتی که میری یه جایی تولد، جشن، شادی، عروسی، شما وقتی برمیگردی شاد و شنگول هستی. ما وقتی میرفتیم این APAC AIPAC American Israel Political Action Committee، اصلا وقتی برمیگردی متوجه میشی که بدنت تنس هست. خب یه دوستی از من خواسته بود که اگر من بتونم نامه ابراهام لینکلن رو پیدا کنم و به اصطلاح بخونم، نامه‌ای که ابراهام لینکلن به معلم پسرش نوشته بوده و من این رو پیدا کردم، به انگلیسی بود، حالا به فارسی ترجمهش رو برای شما میخونم. نامه ابراهام لینکلن به معلم پسرش. در این مطلب، نامه‌ای که ابراهام لینکلن 16مین رئیس جمهور آمریکا، کسی که به تاریخ بردهداری خاتمه داد، به معلم پسرش نوشته بود را خواهید خواند که چگونه از او در تربیت فرزندش یاری می‌طلبد. متن این نامه به صورت زیر است: به پسرم درس بدهید. او باید بداند که همه مردم عادل و صادق نیستند، اما به پسرم بیاموزید که به ازای هر شیاد انسان صدیقی هم یا صدیقی هم وجود دارد. به او بگویید به ازای هر سیاستمدار خودخواه رهبر جوانمردی هم یافت می شود. به او بیاموزید که در ازای هر دشمن دوستی هم هست. می دانم که وقت می گیرد، اما به او بیاموزید که اگر با کار و زحمت $1 کسب کند، بهتر از آن است که جایی روی زمین $5 پیدا کند. به او بیاموزید که از باختن پند بگیرد، از پیروز شدن لذت ببرد، او را از قبط خوردن برحذر دارید. به او نقش و تأثیر مهم خندیدن را یادآور شوید. اگر می توانید به او نقش مؤثر کتاب در زندگی را آموزش دهید. به او بگویید تعمق کند، به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقیق شود، به گلهای درون باغچه و زنبورها که در هوا پرواز می کنند با دقت نگاه کند. به پسرم بیاموزید که در مدرسه بهتر است که مردود شود تا اینکه با تقلب به قبولی برسد. به پسرم یاد بدهید با ملایمها ملایم و با گردنکشها گردنکش باشد. به او بگویید که به عقایدش ایمان داشته باشد، حتی اگر همه برخلاف او حرف بزنند. به پسرم یاد بدهید که همه حرفها را بشنود و سخنی را که به نظرش درستتر میرسد را انتخاب کند. ارزش‌های زندگی را به پسرم آموزش دهید. اگر می‌توانید به پسرم یاد بدهید که در اوج اندوه تبسم کند. به او بیاموزید که از اشک ریختن خجالت نکشد. به او آموزش دهید که می‌تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند، اما قیمت‌گذاری برای دل بی‌معناست. به او بگویید که تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می‌داند پای سخنش بیستد و با تمام قوا بجنگد. هنگام تدریس با پسرم ملایمت به خرج دهید، اما از او یک ناز پرورده نسازید. بگذارید که شجاع باشد. به او بیاموزید که به مردم اعتقاد داشته باشد توقع زیادی است، اما ببینید که چه میتوانید بکنید. پسرم کودک کمسال بسیار خوبی است. این هم نامه ابراهام لینکلن به معلم پسرش. عکس ابراهام لینکلن و پسرش هم اینجا هست. اجازه بدید من بهتون نشون بدم. میدونید که این ابراهام لینکلن بیچاره آخرش هم کشتنش در همین تئاتر فورد، اگه اشتباه نکنم، اینجا آمدن و شوتش کردن. خب و اما گوگل، بله، میگه که با وجود این اتفاقات، بذارید من این رو یکم بزرگتر کنم که شما هم بتونید ببینید. میدونید من یه فرصتی پیش آمد، در تابستون رفتم و آقای بنی صدر رو دیدم و من همیشه فکر کردم که آقای بنی صدر یه عذرخواهی به مردم ایران بدهکاره، چون آقای بنی صدر هم مثل مجاهدین یک پایه اساسی بود که حکومت آخوندها رو به اصطلاح اونجا
تداوم بخشید، یا اصل ماجرا را از اونجا، یعنی مثل چی میگن زیربنای اونها بود. با وجود این اتفاقات روند محدودیت برای آزادی حجاب وجود داشت تا اینکه در 8 تیر 1359 آیت الله خمینی به دولت بنی سعد انتقاد شدیدی کرد که چرا هنوز در ادارات دولتی نشانه‌های شاهنشاهی وجود دارد و 10 روز فرصت دارد داد که ادارات اسلامی شود. در پی این سخنرانی بود که از صبح شنبه 14 تیر ورود زنان بی‌حجاب به ادارات دولتی ممنوع اعلام شد. با اینکه داشتن حجاب در ادارات دولتی اجباری شده بود، اما هنوز دستورالعمل دولتی برای اجباری بودن حجاب در اماکن عمومی صادر نشده بود. در ماه رمضان سال 1360 که مصادف با تیر و مرداد بود، داستانی انقلاب اطلاعی صادر کرد و از صاحبان اماکن عمومی خواست از ورود زنان و دخترانی که رعایت موازین شرعیه را نمی نمایند جلوگیری کند شود و تابلوی در محل کسب خود و در معرض دید مشتریان خود قرار دهند. بدین شرط به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی نمایند معذوریم. میخ آخر بر تابوت اجباری شدن حجاب در ایران زمانی زده شد که در سال 1363 و در قانون مجازات اسلامی حجاب از فرمانی فقهی تبدیل به قانونی لازم الاجرا شد. در تبصره‌ای که بر ماده 638 قانون مجازات اسلامی زده شد، زنانی که بی حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. این هم سابقه اجباری شدن حجاب. و چه جای تأسفی هست که یه دولت میاد میخواد به قول خودش کشف حجاب یا رفع حجاب کنه، به زور چادر را از رو سر زنها میکشه، یه دولت دیگه میاد به زور میخواد چادر رو سر زنها کنه. و بزرگترین مشکل من و شما در قرن 20 و قرن 21 شده ماجرای چادر خانم ها. به جای این همه مشکلات دیگه‌ای که هست، وقت من و شما باید برای این ماجرا تلف بشه. و اما این ماجرای این که میگن که سرخرمون شده یا سرخر نذاشت و اینها، میدونید تمام این ضرب المثل ها یه ریشه ای داره، یه داستانی اتفاق افتاده و از اونجا نشأه گرفته یا سرچشمش از اونجاست. روزی مرد مؤمنی سوار بر خر از دهی به دهی دیگر میرفت. در میان راه عده‌ای از جوانان که شراب خورده و مست بودند راه را بر او بستند و یکی از آنها جامی را پر از شراب به او تعارف میکند. مرد استغفرالله گویان سر باز زد، ولی جوانان دست بردار نبودند. بالاخره یکی از آنها تهدید کرد که اگر شراب تعارفی را نخوری کشته میشوی. مرد برای حفظ جان راضی شد و با اکراه جام را گرفته و رو به آسمان گفت: خدایا تو میدانی که من به خاطر حفظ جانم این شراب را مینوشم. چون جام را به لب نزدیک کرد، ناگهان خرش شروع به تکان دادن سر خود کرد و سر خر به جام شراب خورد و شراب بر زمین ریخت و جوانان خندیدند. مرد نیز با دلخوری گفت: پس از عمری خواستیم شرابی حلال بخوریم، این سر خر نذاشت. عبید زاکانی: سر خر که میگن، حکایتش این است. خب و اما پیام نوروزی 1395 و نیایش سال نو کوروش زعیم 1 فروردین 1395. دوستان، من بارها براتون گفتم، حتی این آقای هویدا میگن خیلی معروف بوده، همیشه میگفته که نامه هایی که بیشتر از 2 صفحه باشه من نمیخونم، چون تا 2 صفحه مینویسید و اوضاع و احوال رو میگید، بعد از 2 صفحه شروع میشه به مزخرفات، دروغ گفتن، چاپلوسی کردن و الی آخر.
به امید روزی که ماها خلاصه بنویسیم. اینجا میگن short and sweet، یعنی مفید و مختصر و خلاصه و هر چی که شما بگید، همون مفید و مختصر از همه چی بهتر. ببینید یه پیام نوروزی از یه فعال سیاسی، من براتون الان رو صفحه کامپیوتر یا تلویزیونتون دارم نشون میدم. ببینید چند تا پاراگرافه، چند صفحه هست پیام نوروزی 1395 و نیایش سال نو کورش زمین. شاید که از این سال بتوانیم نخستین گام را برای زدودن دروغ و فساد و خشونت و بیسوادی حکومتی برداریم و راه رهایی از سیاه دلی و تاریک اندیشی و بازشکوفایی ملت بزرگ ایران را بپیماییم. باشد که لبهای تک تک مردم. خلاصه همین جوری میگه، همین جوری میگه. من براتون اینو بذارم روی اتوماتیک، ببینیم که چه خواهد شد. ما ایرانیان با فرهنگ شادی آفریده شدیم. دوباره تو پاراگراف بعدی، هر چند سختی های زیادی در پیش است. خود این پاراگرافه قد یه صفحه است. میاد دوباره تو پاراگراف بعدی، امروزه آشکار شدن واپسگرایی و تروریسم. میریم پاراگراف بعدی، رژیم های مذهبی که همیشه با تبعیض. میریم پاراگراف بعدی، حاکمانی که نمیتوانند ایرانی باشند و ایرانی بیندیشند. بریم پاراگراف بعدی، شاید که از این سال بتوانیم نخستین گام. همون چیزی که اون بالا بود دوباره این پایین نوشته شده. یعنی دقیقا اگر کسی اینها رو بخونه حتی ممکنه متوجه تکرار مکررات نشه. نکنید آقایون، نکنید، مردم رو خسته نکنید. و اما حالا بیایم دنبال نیایشش. خود نیایشم والا مثل یه دو صفحه‌ای، نه تخفیف دادن، یه صفحه‌ای هست براتون بخونید. ای تویی که خورشید من ایرانی را گرفتی تا در تاریکی و ایستایی ذهن تو پندارم که تنهایم. ای تویی که شیر وجود من را در قفس موشان زندگی. یعنی ایشون نیایش سال نوش رو هم داره با آخوندها صحبت میکنه، به جایی که از طریق این موقعیت خوب با دوستان، با هم و رزمان، هم سنگران. خلاصه دوستان کارمون خیلی خرابه. من هرچی هم میگم بابا حالا سال نوه، یکم بریک بده، یکم تخفیف بده. تخفیف به چی بدیم؟ خودمون دروغ بگیم؟ خب و اما این خبر، بله، UK committed to improving ties with Iran says Cameron. این آقای دیوید کامرون که همتون میشناسید که یه ماجراهایی هم دوربرش بود. و حالا اینو کی نوشته؟ پرس تیوی. اولا خود پرس تیوی میدونید که تلویزیون دولتی ایرانه که به انگلیسی برنامه میذاره برای دنیا، برای این برنامه. حالا اینا، این پرس تیوی نوشته که United Kingdom یا انگلستان خودمون committed، یعنی مثل تعهد داده، صحبت کردن در موردش که ایمپروو کردن، یعنی بهتر کردن روابطشون با ایران. ای بابا، خب اینا آدم نمیدونه واقعا به اینا میشه اطمینان کرد؟ یه چیزی رو دیروز میگن، امروز یه چیز دیگه میگن، فردا یه چیز دیگه میگن. و این سیاستمدارا هستن که آدم وقتی دنبال میکنه چیزا رو بعد میرسه به اون نتیجه‌ای که سیاست پدر مادر نداره و سیاست مداران هم افراد بی پدر مادری هستن. و اما خانم نزهت یحیی‌زاده، ما گهگاهی نوشته‌هاشون رو میخونیم، انتقاد میکنیم و به نظر من هم اینها هیچ کار مفیدی انجام ندادن جز این که فقط وقت خودشون رو تلف میکنن و وقت من و شما رو. ولی در این رابطه میگه که این آقا در دقیقه 17 و 20 میگوید ما بزرگترین قدرت منطقه هستیم و این جانب با تکرار عقیده همیشگی هم کوچکترین فرقی بین تمام ادیان و هیچ گونه فرقی بین خودم و فرزند در آغوشم در زیر بمباران جنگ اینک به اثبات. اصلا این دوستان متخصص جمله‌های طولانی، نوشته‌های طولانی و بی‌معنا شدن. یعنی اینقدر جمله رو طولانی می‌کنن که توی جمله دو بار سه بار فعل و فاعل و مفعول است، بعد هیچی دیگه. اصلا ببینید نوشته ها پر پرانتز، پر ویرگول، پر این گیومه. و ای کاش اینا اقلا حرف آقای شاملو رو گوش میدادن. آقای شاملو میگه اینقدر دوستان از نقطه و کاما و ویرگول و اینها علامت تعجب اینا تو نوشته هاشون استفاده میکنن که دیگه واقعا خوندن این مطالب مشکل شده.
در هر صورت این هم از خانم نزهت یحیی‌زاده بود و فیلم رو، بله فیلم رو اجازه بدیم من بهتون نشون بدم. آها این فیلم همونیه که از اول گفتم، یک اسرائیلی به نام دیوید گروسمن گفته که آنچه دولت اسرائیل انجام میده، از آنچه دولت اسرائیل انجام میدهد احساس شرم میکند. و این فیلم رو من براتون نشون میدم، ولی نه امروز، بذارید یکی دو روز توی این حالت عید و سال نو اینها باشیم، موزیک های ایام عید و اینا رو براتون پخش کنم، همون 3 ساعت ویدیوی بی بی سی رو تا چهارشنبه براتون میذارم. از چهارشنبه دیگه میریم به طرف برنامه های معمولی. این ویدیو رو هم از روز چهارشنبه براتون پخش میکنم، به نظر من جالبه، خودتون اگه وقت کردید همین نوشته رو میتونید تایپ کنید، توی گوگل پیدا میشه و از The Global Conversation هست. ببینید عکسش من نشون بدم، این بالا روی این اینجا نوشته The Global Conversation، این آقام که اسمش هست دیوید گروسمن. گروس فکر کنم همون کلمه بزرگ هست، البته یک گروسی هم استفاده میکنن، یعنی چیزای چندشاور و بد. معمولا بچه ها خیلی اینو استفاده میکنن، وقتی یه چیزی بد بود میگوتن Oh this is gross. اوکی. ساعت 3:16 هست و اولین برنامه سال 1395. احتمالا خیلی از شماها دید و بازدید، بیرون مشغول هستید، مسافرت، و ما هم بیش از این خستتون نکنیم، ولی یه چند تا از این چیزهایی که گذاشتیم بخونیم که مقداری به اصطلاح کم بشه این بادی که باری که اینجا روی دوشمون هست. ایدی قابل توجه، آیا این شخص هم ضد یهودی است؟ ولی آقای گروسمن جهت یافتن، این هم خانم نزد گفته بود، و اما با احترام برای اطلاع و توضیح ارسال شد با درودهای فراوان، فرامرز بیانی. یک آقایی به نام یک خانمی برای من این رو فرستاده که ما پخش کنیم، و معمولا میدونید این دوستان همشون فقط میگن لطف کنید این رو پخش کنید، هیچ کس نمیگه من هم لطف کردم $10 گذاشتم یا $20 میفرستم. همه ما فقط دست بگیر داریم، یعنی ما فرقی با آخوندا نداریم. ماجرای اون آخوندی که داشت توی استخر خفه میشد و مهمونا ریختن دنبالش، هی بهش گفتن دستتو بده تا ما بیاریمت بیرون، دست نمیداد. یه نفر آمد گفت که بذارید من اینو بیارم بیرون، گفتن چجوری؟ و آخونده گفت بیا دست منو بگیر، تا گفت دست منو بگیر گرفت. حالا ما نمیخوام درباره این آقای مهندس فرامرز بیانی مرحوم صحبت کنیم، ولی در رابطه با کل جامعه دارم میگم. در سوگ فرامرز بیانی امروز با اندوه فراوان آگاه شدیم که دوست مشترک ما فرامرز بیانی، دبیر سابق کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی در تهران بدرود حیات گفت. فرامرز بیانی یکی از اعضای فعال رهبران کنفدراسیون جهان و عضو سازمان دانشجویان ایران در کارلسروه در آلمان غربی بود. وی در سال 1347-1968 وظیفه دبیری کنفدراسیون جهانی، اگر اینجوری باشه ایشون باید عکسش این عکس قدیمی باشه و احتمالاً از این صورت پیر، از این عکس پیرتر باشه. در صورت روانشون شاد، یادشون گرامی. خیلی ها این کنفدراسیون رو که یک سازمان خوب و منظمی بود بعد از این ماجرای انقلاب و اینها متهم و محکوم کردن که همین ها بودن روشنفکران نادانی که من و شما رو به این روز انداختن. و اما یه دوستی داریم ما به نام رضا. آقا رضا گهگاهی با ما کلکل میکنن، ولی این بار به صورت انگلیسی نوشتن و من حقیقتش گفتم بهش که اینو روز دوشنبه در مورد صحبت میکنم، ولی هرچی فکرش میکنم حوصله ندارم و نمیخوام شما رو هم خسته کنم. اگر آقا رضا مایل باشه مهمون من باشه یه روزی 10 دقیقه ربع ساعت، همینجوری که با دوستمون آقای بابک هروی صحبت کردیم با ایشون هم صحبتی داشته باشیم. و اما شخص دیگه هست، معرف حضورتون هم هست، چندین برنامه در تلویزیون مردم داشتن، به نام حسین مختار زیبایی. ایشون دکترای حقوق داره در علوم قضایی و نوشتن سفره هفت سین من با سفره هفت سین تو. شنبه 29 اسفند 2016 میلادی نوشتن
نوشتن سفره هفت‌سین من با سفره هفت‌سین تو هر دو هفت‌سینند، اما این کجا و آن کجا؟ اجازه بدید من این رو بهتون نشون بدم و بخونم. من این روش رو دوست دارم که وقتی یه چیزی میخونم شما هم ببینید که اگر اشکالی هست. ما هنوز منتظر اون دوستمون جمشید هستیم که جمشید بود مجید بود کی بود که بیاد اشتباه رو ما رو بگه، ولی رفت و پیداش نیست. خب پیام نوروزی حضرت آیت الله اوباما هم صادر شد. او در پیام خودش اعلام کرد که امپریالیست آمریکا پس از تکمیل نسل‌کشی ضد امپریالیست‌های ایرانی کماکان به کشتار شیعیان ایرانی توسط جمهوری اسلامی حاکم بر ایران ادامه خواهد داد. مادامی که به کشتار جهانی مسلمانان جهان توسط القاعده، طالبان، بوکو حرام و داعش ادامه خواهد داد، این یک فرصت طلایی برای حضور ایرانیان در عرصه اقتصادی خواهد بود که سردمداران جمهوری الهی اسلامی منتخب سازمان CIA ما به دستور امام زمان قائم ما یعنی صهیونیسم بین الملل فرش و پسته و زعفران و خاویار به آمریکای ثروتمند بدن و پولهای درآمد حاصله رو در بانکهای خودشون پسنداز کنند و بچه هاشون در بهترین دانشگاه‌های آمریکایی، انگلیسی، اروپایی با بورسیه‌های حکومت جمهوری اسلامی منتخب امام قائم ما فارغ التحصیل شده و برای حاکمیت بر ملت ایران در آینده آماده بشن. اوباما در ادامه پیامش تأکید کرد که شکنجه و کشتار مسلمان‌ها و بقیه آمریکای داخل آمریکا هم طبق برنامه توسط رئیس جمهور بعدی آمریکا همون طور که دونالد ترامپ اعلام کرده دقیقاً اجرایی میشه، صرف نظر از اینکه کی رئیس جمهور بعدی باشه. اوباما در ادامه پیام نوروزی گفت ما یه درباز کن دادیم به حسن روحانی که باهاش در برجام رو باز کنه. این برجام یه جعبه شامورتی هست که توش همه چیز پیدا میشه، ولی در مورد نقش این برجام تو زندگی شما ایرانی ها باید به یک جوک که شما ایرانی ها دارید اشاره کنم. یک روز یک تیمسار ترک واسه باز کردن این خب آقای حسین مختار زیبایی هم امیدواریم حالش خوب بشه. ایشون خیلی وقتا در بیمارستان هست، چون من اون برنامه ها رو اگه برید نگاه کنید اسم ایشون رو بزنید نشون میدادم عکسایی رو که توی بیمارستان نشون میداد چقدر به اصطلاح پیچ و موره توی بدن ایشون این استخونها رو به هم بسته. ضمناً چندین پیام بود که من قرار بود امروز بگم و صحبت کنم، ولی این پیام فعلا جالبه، با هم گوش کنیم ببینیم که این دوستمون چی میگه. بعدم فکر کنم دو تا پیامم از آقای به نام کرامت یا کرامت الله داریم، اونا هم بشنویم چون قول دادیم که دوشنبه پخش میکنیم. بفرمایید. سلام عرض میکنم. من بتونم صحبت کنم پیغام بذارم؟ این آقا داره صحبت میکنه و نمیدونم و الان اولا این آقایی که صحبت میکنه مال تلویزیون ما نیست، مال تلویزیون ایران آریاییه. چجوری شما به یه تلویزیون دیگه گوش میدی، صداش رو کم نمی کنی 15 ثانیه، بعد داری به ما زنگ میزنی؟ دوستان ما الان میدونم خانم مینو ثقفی میخنده میگه سوربی سال شد سال 1395 هنوز ملت ما یاد نگرفتن پیام بذارن. اون وقت در سیاست های دنیا، در سیاست ایران، در مسائل اقتصادی، در مسائل علمی همه نظر میخوان بدن. ببینید مادر، شما به نظر میرسه سنت یک مقداری از من بیشتره، حالا خواهر بزرگ منی یا مادر من، شما هنوز یاد نگرفتی به یه تلویزیونی که میخوای زنگ بزنی صداش رو ببندی، مثل موقعی که میخوای با خواهرت، برادرت، پسرت، دخترت صحبت کن، صدای اون رو ببندی که صدای اون تو گوش شما اختلال ایجاد نکنه.
وقتی شما اینو بلد نیستی، آخه اصلا من اگه بشینم به حرف شما گوش بدم آیا تلف کردن وقتم نیست؟ چرا؟ ولی خب ما اومدیم اینجا که وقتمون رو تلف کنیم. بفرمایید. در صحبت من دارم صحبت دارم علی رو حال شما خسته نباشین آقای آقای صوفی خسته نباشین. به این آقا یه 13 سال 14 سالم بود من اومدم خونه شا. اگر خونه شا این دوباره درباره آقای انصاری صحبت میکنه، ولی اون کسی که داره صحبت میکنه اون تلویزیون اصلا یه آقاییه توی تلویزیون ایران آریایی و هیچ ربطی به من و به آقای انصاری نداشته و ندار. خب مقایسه بین آرامگاه خمینی مؤسس جمهوری اسلامی ایران و آرامگاه محمد مصدق رهبر ملی ایران، خودتون دیگه دیدید عکس هایی که از نمیدونم این قبر خمینی یه چنین چیزی ساختن که واقعا من نمیدونم خمینی یه همچین آدمی بود که اگه میدونست قدرش اینجوری میشه رضایت میداد که این کار رو انجام بدن. چون میدونی خمینی با همه این کارهایی که کرده، با همه دروغایی که گفت، با همه ظلمایی که کرده، با همه بیدادگاهایی که داشت، ولی هیچ کس نتونست وصله بهش بزنه که این اهل پول و دزدیدن پول بود چنین و چنان. ولی یه همچین آدمی یه قبرستانی یه آرامگاهی اینجوری درست کنن، آیا اون راضیه؟ یا اینم همون بادنجون دور قاب هستن، بادنجون دور قاب چین و اینها. و اما زلزله بزرگ در قاب کاریکاتور، نگاه طنز مطبوعات جهان به ملی شدن صنعت نفت. میدونید که 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت بود و اصلا ماه اسفند رو بعضیا به ماه مصدق میگن، چون روزای دیگه هم در اون ماه بوده و نمیدونم این مال کی بوده این کاریکاتور که میگه که ساحر آن شفقنا تصاویر زیر مجموعه از کاریکاتورهای منتشر شده در مطبوعات جهان است که از زوایای مختلف به ملی شدن صنعت نفت ایران در سال 1329 پرداختن. این کاریکاتورها از کتاب زندگی نامه و مبارزات سیاسی دکتر مصدق نوشته دکتر نصرالله شیفته انتخاب شدن. من این کاریکاتورها رو بهتون نشون میدم که یه نفر با بشکه نفت و با دریل، همین چی میگن مته و اینها، روی این قالیچه نشسته و مینویسه استفاده از فرصت، نوشته ساحر ایرانی نفتخوار انگلیس را پایین میافکند ولی عمو استالین با سطل است که جانشین اون بشود. کاریکاتور از ولت ووخه، چاپ سوئیس. خب این هم نوشته که دکتر مصدق و بحران اقتصادی. میدونید که به خاطر اون کاری که کرد مصدق، بعدن ایران مجبور شد حتی یه اوراق قرضه و اینها چاپ کنه که دوستان مصدق خریدن، از جمله اگه اشتباه نکنم اون آقای شمشیری که صاحب چلو کبابی و رستوران شمشیری بوده. مصدق بر سر نفت با هم نزاع میکند. نمیدونم انگلستان، بله نوشته انگلستان و ایران. کاریکاتور از هد پاور یا هد پاور، نمیدونم اینا انگلیسی هم وقتی با فارسی می‌نویسن دیگه نمیدونم. اینجا یه چراغ نفتی ایران و پروانه های انگلیسی و آمریکایی. کاریکاتور از روز بذارید من اگه بشه به جای این اون پیام‌ها رو بذارم که به دوستمون قول داده بودیم و در مورد اونها صحبت کنم. بیایم روی پوشه امروز و بریم سراغ این گوگل وایس. بله بفرمایید، با شما هستیم دوست عزیز. آقای صوفی سلام علیکم، صبحتون بخیر. الان ساعت 1:15 ماست به وقت تاسر با ما، به وقت شما ساعت 3:15. هر از هر چیز از این برنامه فوق‌العاده خوبتون رو متشکرم و واقعا کمک خیلی بزرگی میکنیم به این ملت ما که هنوز خیلی هاشون عقب افتاده هستن متاسفانه، که هنوز طرفدار از سلطنت و شاه دوستی میکنن.
آقای انصاری خیلی مرد بسیار روشنفکری هم که قدرت دارن میان با این شهرمت در مقابل این همه مخالفین وای میسن و صحبت میکنن، فوق العاده با ارزشه. من برنامه شما رو متاسفانه زنده نمیتونم ببینم چون ما نداریم اون چه تشکیلات رو، ولی همین روی یوتیوب نگاه میکنم واقعا چقدر رضا میبرم و چقدر در این حال متاسف میشم که ما چقدر آدم های خائن و بیشرف داریم در اون کشور. شاه الان نمیدونم چه مدلی شما در امریکا هستیم، ولی من چند بار مصاحبه شاه رو دیدم با 60 minutes، یکی از اونا ایشون ایراد میگرفتن که چرا دو تا برادر ایرانی برای فروختن فانتومای جنگی به ایران کمیشون گرفتن حدود 20 میلیون و 25 میلیون، که بعد یکی از صحبت آقای انصاری این بود که خود شاه این کمیسیون یا کمیشن رو خود ایشون میگرفتن از کمپانی های فروشنده، و ایشون توی اون سکریمنس ایراد میگرفتن که ما دولت ماسک در از اینا میخواد، چه کمپانی های فایدر جنگ اینا رو به اینا کمیسیون دادن به این دوتا برادر ایرانی. و ناگفته نمونه که این صحبت های آقای انصاری کرد، خیلی جالبه. یک از چیزایی که من متاسفانه نمیتونم صحبت کنم ازش رو سوال کنم این بود که وقتی صدام حسین به ایران حمله کرد، مثل که اینا فره و اویسی یا گروه مخالفین حکومت خمینی اطلاعات قبلی داشتن، به خاطر همین صحبت کردم که وقتی یه مقدار از جنوب ایران گرفتن اینا برن اونجا یه پایگاه درست کنن، بعد بتونن از اونجا اون خودفروخته های ارتشی رو باز مجددن برگردنن علیه حکومت. در نظر بگین که اینا چقدر خائن و وطن فروشن که حاضرن میلیون ها نفر کشته بشه که باز اینا برگردن و قدرت رو به دست بگیرن. اگه ممکنه خواهش کنم ازتون از آقای انصاری بپرسین که خودت در این موقع بیشتر توضیح بدن. بعد شما صحبت کرده بود که این بازیچه، یکی از این چیزای توی یوتیوب دیدم که شما صحبت کرده بود که ایشون بازیچه هید قدرتی نبود حتی ایالات متحده، که متاسفانه این دروغ خیلی بزرگه. اگه متوجه بشین سال 1964 توسط ارسنالی منصور نخست وزیر وقت بله، چون پیامگیر ما 3 دقیقه بیشتر اجازه نداده، صحبتهای ایشون همینجا قطع شده. داز پیغام گذاشتن، بذارید ببینم اونم اگه پیدا کنم. بله، این زمانش 4 دقیقه گذشته، احتمالا اینه. بفرمایید جناب. من زیاد میخوام فرصت نکردم که اسم رو بگم. من کرامت الله تحقیق جهرومی در اسم و تشکیلات آمریکایی من هست، کرتی جروم جهروم 918 500. بله ممنونم، ایشون شماره تلفن و اسم و اینها رو گفته. دفعه قبلم پیام ازشون پخش کردیم و بهتون گفتم که خیلی قشنگ تو 2-3 دقیقه 3-4 دقیقه یعنی توتال این دو پیام ایشون 4 دقیقه و 25 شده، صحبتشو کرده، نظرشو گفته، سوالشو پرسیده، اسمشو گفته، شماره تلفنش هم گفته. بازم از شما ممنونم. لطف کنید در برنامه‌های آینده نظرتون رو به صورت همین پیام‌های تلفنی بذارید، حتی اگه خواستید عکسی چیزی بفرستید یا به صورت ویدیو، و خوشحال میشیم که ما پخش کنیم، چون همونجور که از اسم تلویزیونم برمیاد تلویزیون مردم، دوست داریم که مردم بیشتر شرکت کنن. و اینم از این دوستمون علی شیرازی عکس آقای اوباما رو فرستاده و هفت سین. میدونید که سالهای سال هست الان دیگه که در ایام نوروز این هفت سین در کاخ سفید چیده میشه و برگزار میشه و اینها هم به اصطلاح میان. ولی این عکسی که شما فرستادی، این عکس مال امسال نیست، چون الان دیگه اوباما موهاش سفید شده، دختراش بزرگ شدن و احتمال زیاد این عکس مال سالها پیش هست. ولی بعد در هر صورت من ممنونم از شما که این رو فرستادید. خب ببینیم دیگه چی داریم قبل از اینکه بریم از حضورتون و برنامه ها رو پی بگیریم با ویدیوهایی که داریم. در این رابطه بله رادیو فردا چی گفته؟ آهان، من اون روز گفتم که کسانی که میخوان از خرافات صحبت کنن، مخصوصا اسم
این دوستمون را آوردم، آقای حسن خواجه عبدالله، گفتم شجاعت کنید و خرافات رو مهم نباشه براتون که از زرتشت، از اسلام، از مسیحی، از کلیمیه، هر چی که هست بگید. اینجا ببینید رادیو فردا سه‌شنبه سوم فروردین 1395، یعنی این ببخشید این تاریخشه، چون مال ایران الان شده سه‌شنبه، نوشته که حوادث چهارشنبه سوری دست کم 3 کشته و 250 زخمی بر جای گذاشت. حالا شما به من بگید که این چه فرهنگیه، زیباییش کجاست؟ ما مگر الان از طریق اینترنت و از طریق اینها نمیتونیم اگر افرادی احتیاج دارن، گرسنه هستن، کمکشون کنیم از طریق سازمانهای دولتی که باید هنوز مثل اون سالهای، اینجا میگن ستون ایج، موقعی که آدم ها در غار زندگی میکردن، نمیدونم اینجوری عمل کنیم. بعد این ماجرای ترقه و آتش بازی و اینها که بذارید بهتون نشون بدم، میگه پشت سر یک آقای گویا این ترقه زدن و این بیچاره از ترس اون وقتا میگفتم قبض روح شده. میگه که به گفته وی یک مرد 45 ساله در استان تهران به دلیل ایست قلبی ناشی از شوک انفجار ترقه فوت کرده است. در همین زمین ساعاتی پس از اظهارات سخنگوی اورژانس، مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت، از مرگ نوجوانی 15 ساله بر اثر انفجار مواد منفجره خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک جوان 24 ساله نیز در قزوین جان خود را از دست داد. حالا هر کدوم شما حاضرید از این کار که یک کار عقب افتاده است دفاع کنید، مهمان من باشید، بیان صحبت کنید و تو سر به کار خودتون بزنید، هی بگید که این فرهنگه و ما باید این رو ادامه بدیم. نخه، یه نفر خیلی قشنگ گفته بود آقا این ترقه های چینی رو نمیخریم، البته ایشون یک کمی باز ترسیده بود، فقط ما از رو آتش میپریم. آقا از رو آتش چرا میپریدن؟ من و شما چقدر باید دیوونه و روانی باشیم که به یه آتش که خودمون درست کردیم صحبت کنیم، بهش بگیم که سرخی تو از من، زردی من از تو، اندازید دور، خجالت بکشید. در هر صورت اینم از این ماجرا. دوستان عزیز، ساعت 3:37 دقیقه است، من همینجا از شما خداحافظی میکنم، چهارشنبه با شما خواهم بود و برنامه ها رو، برنامه آقای اجلالی، ارشاد، مینوی، شبستری و این موزیک 3 ساعته جشن بی بی سی رو برای شما پخش میکنم. شما هم اگر برنامه های مایل هستید پخش کنید، با هزینه بسیار کمی میتونید از تلویزیون مردم پخش کنید. اینجا ما بارها نوشتیم، بله شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشتی باشید. لطف کنید ویدیوهای ما رو، آدرس ما رو، وبسایتمون رو با دوستانتون هم در میون بذارید. یه بار دیگه از پژمان و شهاب تشکر میکنم. ناراحتم که پژمان ماشینش تصادف کرده به خاطر که میخواست برنامه من رو نگاه کنه، ولی از طرفی خوشحالم که آسیب بدنی به خودش یا به طرف مقابل نرسونده و فقط ماشین و آهن بوده و حالا آهن پاره دیگه، و امیدواریم یه درسی گرفته باشه از این ماجرا که دیگه در حین رانندگی تکست نزنید. اینجا میگن Do not drive, drink and drive، ننوشید مشروب و رانندگی کنید. Do not text and drive، تکست نزنید و رانندگی کنید. دیگه اینا بهش میگن common sense، شعور، فهم خود آدم باید بدونه که شما هرچی هم بگی من مواظبم. همین دوست اون آقای سعید کابوسی، راننده ماهر، میگه من روزی 9 بار 10 بار از جاده میرم بیرون. خب آقا نکن، نیم ساعت وایس کارات انجام بده توی جایی، بعد تکست مسیج فلان، بعد قشنگ آهنگ گوش کن، برو تا یه ساعت دیگه رانندگی دوباره این کار انجام. نمیدونم من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. یه بار دیگه براتون این ویدیو آقای شجریان رو پخش میکنم، شما شاید کد بازکن باشید و اینجوری که آقای اوسانلو گفته که شاید آقای شجریان داره کد به ما میده، شاید شما بتونید این کد
این رمز رو باز کنید و آقای شجریانی که بیرون بود و با شجاعت انتقاد میکرد و به من و شما میگفت هیچ برنامه نداشت، حالا که رفته یا بیمارستان یا میدونید بعضی ها وقتی که مریض میشن میرن یه جایی که در دل طبیعت باشه و از این دود و فوت و نمیدونم سر و صدا بیرون برن. من فکر میکنم که آقای شجریان همینجوری که خودش میگه 15 سال این مریضی رو داشته و هیچ چیز دیگه ای هم نیست، حالا هم رفته دارو و مداوا، من براش بهبودی آرزو میکنم و برگرده. حالا خیلی هم میبینید نمیتونن دیگه، بدنشون نمیکشه و از بین میرن. مرگ هم یه قسمتی از زندگیه و ببینید شاید شما یه چیز دیگه بفهمید که من نفهمیدم. ممنونم. سعی میکنم چهارشنبه با آقای منصور حسانلو در رابطه با چی شد صندوق، این هم مثل تمام ماجراهای دیگه پنچر شد، صحبت میکنم. مرسی. با سلام و فرخندوال سال نو، سال 1395 به شما هموطنان عزیزم در داخل کشور و در هر جای دنیا که هستی. امیدوارم این سال سالی پر از امید، پر از خوشی برای شما عزیزان باشه و به راحتی بتونید زندگیتون رو دنبال بکنید و به اهدافتون برسید، مخصوصا برای جوانانی که پر از انگیزه و امید و آرزو هستن. امیدوارم که این سال سالی باشه که آرامش داشته باشن و بتونن اهدافشون رو دنبال بکنن، چون نهایت آرزو من جوانای مملکتم. خود من هم با یک مهمان 15 سالی سال هاست که آشنام و دوست شدیم با هم دیگه. الان هم من بخاطر اون اینجا ایستادم و طبق دستوریشون من موهای سرم هم کوتاه کردم و بچه حرف گوش کنی شدم و یک چند وقت دیگه هم در اینجا هستم، چون آرامش خوبی دارم و خیلی راحت هم اینجا، برای اینکه با این مهمان بتونیم به تفاهم برسیم. ایشالا به تفاهم که رسیدیم که من دیگه راه میفتم میام به سراغ شما میهنان عزیزم و کارهای هنری رو دنبال خواهم کرد. لازم میدونم که در این لحظه، در این دم سال تحویل سال 95، از دو دوست دیرینم محمد رضا لطفی و پرویز مشکاتیان که خیلی دوستشون داشتم و دارم و دلم براشون تنگ شده یاد کنم و روانشون شاد باشه. باز هم امیدوارم که شما عزیزان سالی خوش، پر از موفقیت و سلامتی داشته باشید، سرفراز باشید. قربان همه شما.